به نام یاد خداوند متعال و سلام بر شما بیننده عزیز، به بخش دوم برنامه آخر خط به گونه زنده از نور خوش آمدید. عربستان از اعلام حمایت دولت افغانستان تا متهم بودن به حمایت از مخالفان مسلح دولت افغانستان، همواره گفته می شود که کشورهای زیادی در معادلات افغانستان از جمله صلح و جنگ در این کشور دخیل و تاثیرگذار هستند. یکی از این کشورها عربستان سعودی است که گاهی متهم به حمایت از مخالفان مسلح دولت افغانستان بوده است. از همین رو یکی از کشورهایی که گفته می شود می تواند در روند سال افغانستان ممد و تاثیرگذار باشد نیز عربستان سعودی است. با این حال دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در یک سفر 3 روزه به عربستان رفته است و گفته می شود که مهمترین اجندای سفر دکتر عبدالله عبدالله به عربستان صحبت با مقامات آن کشور در مورد گفتگوهای سال افغانستان با گروه طالبان است. در این برنامه آقایان دکتر اسکندری استاد دانشگاه و سخی محمدی هم استاد دانشگاه تا لحظات دیگر با ما در این بحث خواهند پیوست. با ما هستند. خیلی خوش آمدین جناب دکتر صاحب. بیاین از همینجا آغاز کنیم که واقعا فکر میکنین سفری که رئیس جمهوری افغانستان به عربستان داشته، این سفر چی تاثیر میتونه در امر جلب توجه عربستان در همکاری با سال افغانستان داشته باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز و سایر دوستان حاضر در استودیو. عربستان به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند اسلامی که هم لحاظ عقیدتی جهان اسلام به عنوان یک محور اصلی باور دارن و اعتماد دارن و قبول دارن و همینطوری هم به عنوان یک کشور ثروتمند اسلامی که بزرگترین ذخایر نفتی رو در اختیارات خودش دارن و هم همینطور در طول این مدت به عنوان محور اصلی کشورهای اسلامی نقش بازی کرده است، شکی نیست که در قلمرو در واقع حمایت از افغانستان و حمایت از کشورهای اسلامی مانند افغانستان که به عنوان یک کشور متحد و هم فکر عربستان سعودی در واقع حساب میشن، نقش بسیار بسزا و اساسی خودش داره. عربستان ضمن اشرافی که در بالای کشورهای اسلامی داره تمایل و ارتباطاتی هم به اساس گفته هایی که در این مدت انجام شده با نیروهای افراطی و در واقع اسلامگرایان تندرو هم داشته. عربستان از جمله کشورهایی است که اولین بار نظام طالبانیزم و حکومت طالبان را به رسمیت میشناسه و اینا را به عنوان امارت اسلامی در چارچوبات سیاست خارجی خودش سجل میکنه. بنابراین با این حرکت و این رویکرد سابقه ای که از عربستان داریم، شکی نیست که اگر کشور عربستان بخواهد در حوزه صلح افغانستان کارهایی را انجام بده بی تاثیر و بیجا نخواهد بود. یکی از نکات بسیار حساسی هم که بازم در مورد عربستان باید گفت، نزدیکی عربستان با کشور پاکستان به عنوان یکی از کشورهای متحدش در منطقه و در عین حال کشوری که بیشتر از موضوعات اقتصادی و سیاسی پاکستان رو در واقع حمایت میکنه در طول مدت بی تاثیر نیست، کماکان که افغانستان از سیاستهای خارجی و مغرضانه پاکستان بی تاثیر نبوده. بنابراین میشه عوامل بر عوامل این موضوع رو هم باید تفسیر کرد که عربستان تأثیر مستقیم بر پاکستان و پاکستان تأثیر مستقیم بر سیاست‌های افغانستان داره. بنابراین با این اوصاف سفر جلال مآب دکتر صاحب عبدالله در شرایط اساسی در کشور عربستان و بحث روی بحث چگونگی آوردن صلح در افغانستان بسیار بسیار حساس و مهم هست. منطوری که نقل دیگی هم که از این حاشیه میشه این است که دکتر صاحب عبدالله به عنوان هیئت رسمی دولت افغانستان بی سابقه و بی پیشینه پذیرایی و استقبال شده است. ببین شما نوع برخورد کشور شاهی عربستان و آل سعود و برخوردش با جناب دکتر صاحب عبدالله نشان میده که عربستان سعودی این بار افغانستان را از آدرس خود افغانها میخواهد بشناسه، در حالی که قبلا افغانستان را از آدرس اطلاعات و صحبت‌های پاکستانی‌ها می‌شنید و از آدرس پاکستانی‌ها می‌شناخت و از آدرس پاکستانی‌ها تصمیم می‌گرفت. بله. و این حرکت و این استقبالی که از جانب دولت افغانستان به رهبری جلال مآب دکتر صاحب عبدالله انجام شده، این نشان می‌ده که رویکرد عرب‌ها و رویکرد عربستان و آل سعود نسبت به افغانستان باید تغییر کرده باشه و
و تمایل داشته باشه به این که فشارهایی را که نیاز هست و لازم هست به اینکه عربستان چی میخواد و چی کار میتونن بکنن در پروسی صلح افغانستان و تحکیم صلح افغانستان، همونطوری که خب اونا هم در صحبت های خودشان گفتن، از افغانستان دریغ نخواهد کرد. بله آقای اسکندر، یک موضوعی را که شما اشاره کردین، حالا در عربستان گذشته از همه عواملی که داره و میتونه به افغانستان کمک کنه، به خصوص در امر صلح، بیشتر میتونه از جایگاه یک کشور اسلامی که افغانستان هم یک کشور اسلامی است به یک کمک کنه به افغانستان. اما اتهامی که مرا به عربستان وارد است از گروه هایی که حمایت میکنه، این گروه ها هم به نام اسلام و تحت شعار اسلامی و مذهبی میان در کشورهای اسلامی میجنگند. فکر میکنین چگونه واقعا حالا عربستان از چنین گروه هایی حمایت میکنه با آنکه یک کشور اسلامی است و در میان مسلمانان و کشورهای اسلامی جایگاهی ویژه هم داره؟ متاسفانه این اتهام همچنان در دو کشور اسلامی که به عنوان کشورهای قدرتمند منطقه حساب میشه وارد شده. پاکستان به عنوان بستر تربیت و پرورش تروریسم و القاعده هست و عربستان به عنوان حامی پولی و دونر این بخش متهم هست به این قضیه. منتها خب آنچه که من به عنوان یک استاد پوهنتون این برداشته دارم هی است که بازی های منطقه‌ای و جهانی مجبور بکنن که بسترهایی را مساعد بسازن برای این که بتانن رقبا و عریفای خودشان در منطقه نیست و نابود بکنن. عربستان سعودی به عنوان یک کشور اسلامی سعی میکنه بیشتر تیکدار کشورهای جهان اسلام باشه و کشورهایی که به نوعی از ایشان اطاعت و پیروی نمیکنن به بهانه‌های مختلف باید از منطقه حذف شن. از لحاظ سیاست خارجی هم عربستان سعودی و عده‌ای از کشورهای امارات به نوع ارتباط مستقیم با غرب و کشورهای غربی دارند که نزدیکی سیاست خارجی اینها با اونها هم نشان میده که یک سری خط و خطوط‌های از آدرس اسلام و کشورهای اسلام به اینا دیکته میشن که در سطح منطقه پخش بکنن. بنابراین با این اوصاف که هم ارتباط خارجی با کشورهای غربی را نزدیک هستند و این طرف هم رقبای خودشان در منطقه به عنوان رقبای غربی ها قلم داد بکنن بزنن، نیاز به یک بستر بود که اون بستر فکری همین بستر متاسفانه افراطیت به چنگال افتید. میشد به راهکارهای دیگه هم استفاده کرد، میتونستن اینا رو با بایکوت ها با نمیفهم تحریم ها و امثال اینا اقدام بکنن. متاسفانه این افکار بد و این نظریه بد در مجموعه اینا شکل میگیرن و اینا میان گروه های افراطی رو و نمی حمایت میکنن که این باعث میشه که ببینین شما در یک دهه اخیر که این موضوع شدت پیدا میکنن، اولی در صرفا در حوزه قلمروی محدود مثل افغانستان و پاکستان بود، اینا رو آوردن کشاندن به سمت کشورهای آسیای میانه، خاورمیانه. شما ببینین مصر، تونس، لیبی، سوریه، عراق، همه این کشورهای آسیای میانه، خاورمیانه رو اینا ناامن کردن با ابزار افراطیت و همه اینها احساس میکردن که با طرح و برنامه‌ریزی کشورهای غربی و پول و امکانات عربستان سعودی و اجرای افراطیون داخلی ما میتونیم نظام‌های اسلامی که سالها حاکمیت بر قلمرو اسلامی را دارن نابود بکنیم، به هم نظام‌های سیکولار و غیر اسلامی را در اینجا با این بهانه آزاد بکنیم و ایجاد بکنیم که متاسفانه نه افکار غربی در اینجا شکل گرفت که بین کشورهای اسلامی که سالها به نوع مدیریت میشد اتفاق بفته و نه هم اون نظامی را که اینا احساس میکردن که ما از بین ببریم بدیلش نظام اسلامی را بمانیم که حداقل از ما اطاعت بکنم اتفاق نفتید و این باعث شد که ما به هزاران هزار مسلمان خود ما را امروز فرار از کشورهایشان نابود شد، نیست شد و امروز هم عملا در آتش جنگ می سوزن. و اینا اتهامات است که مستقیما به عربستان سعودی وارد شده و دلیل زدن رقابای سیاسی و عقیدتی خودش در منطقه، که اگر عربستان سعودی بازم افغانها و افغانستان را بیارن در قالب این چارچوبات فکری خودشان بگنجانن و ما رو احساس بکنن که باز هم ما میتونیم از اینا به عنوان یک بستر برای حرکت بعدی سیاست خودشان در منطقه استفاده بکنن، جفایی است که در حق مردم افغانستان هست. یک مسئله خوبی را که شما اشاره کردین آقای دکتر، بحث عملکرد عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگری عربی مانند امارات متحده و قطر در سیاست خارجیشان، خوب این مسئله است که بیشتر غرب محور یا غرب گرایانه عمل میکنن.
حالا با توجه به اینکه خوب امریکا در افغانستان گاهی متهم به شکست میشه و گاهی متهم بر عمل کرده که صادقانه نیست در افغانستان، و بحث دیگری هم که مطرح است خوب بحث کشاندن داعش و سایر گروه های ارتباطی که باز هم در پس حمایت از اینها کشورهای مانند عربستان قرار داره، اینا به آسیای میانه و کشورهای مرز روسیه است. فکر میکن تنها ما از عربستان به عنوان یک کشور مستقل میتونیم چشم داشته ای را داشته باشیم که بتونه واقعا تاثیرگذار باشه در روند سلی افغانستان، بدون از اینکه خب دیدگاه آمریکا و سایر کشورهایی که رابطه دارن با عربستان و با پاکستان داخل باشه؟ من فکر میکنم که اگر عربستان ما را به عنوان یک کشور اسلامی قبول بکنه و حمایت بکنه به عنوان اینکه هم دوستان ایشان، دوستان بین المللی ایشان در افغانستان تلاش میکنن که افغانستان به ثبات پایدار برسد، و هم عربستان به عنوان یک کشور اسلامی افغانستان را به عنوان متحد خودش حمایت بکنه، شکی نیست که نقش عربستان در اینجا برازنده است. اگر عربستان به عنوان کشوری که تحت تأثیر برنامه‌های غرب و تحت تأثیر برنامه‌های سیاسی و امپریالیستی غرب بیفتند که به نوع بخواهند از اینجا بستر بروز حرکت‌های بسیار خطرناک سیاسی و نظامی شوند، افغانستان شبیه کشور سوریه، شبیه کشور عراق به چنگال داعشیان خواهد افتید که در آینده مدیریتی بسیار کار سخت است. شما ببینین در همین شبانه روز که ما با شما صحبت بکنیم، جنگ شدیدی بر علیه نظامیان داعش در موصل جریان دارد. فتح موصل شکست داعش در عراق و شام هست و بستر فکری داعش مناسب نیست جز این که باید بستر بعدی را در فکرش باشه. دغدغه‌های ذهنی شخصی خودم این است که اگر داعشیان از عراق و سوریه شکست بخورن و با توانی عربستان و سایر کشورهای منطقه‌ای غرب بیان داعشیان را در شمال افغانستان و یا جای دیگر افغانستان اینجا اینا را مستقر بکنن و از اینجا بتونن کشورهای آسیای میانه مخصوصا کشورهای متحده روس در منطقه تهدید بکنن، شک نیست که روس ها هم همون اقدامی را که در سوریه کردن، همون اقدامی را که در عراق کردن که بمباران کردن و اونا رو نابود کردن، این اتفاق ممکنه در افغانستان هم بفته به دلیل منافع خودشون. بنابراین این خطر افغانستان رو تهدید میکنه که اگر بستری برای اینا مساعد شوه و عربستان در اینجا واقعا از افغانستان به عنوان کشور اسلامی و کشور متحد و کشور همکار دیگانه نکند و این را به عنوان بازی بعدی در اختیار همکاران بین المللی خودش قرار بده، افغانستان دچار بحران خواهد شد و آسیبی بیشتر خواهد دید. برای یک مسئله یا یک نظریه دیگر هم که خوب مطرح میکنن این است که عربستان در هر جایی که مداخله میکنه یا به نحوی میخواد نفوذ داشته باشه، بیشتر از آدرس مذهب یا اون دیدگاه و تفکری مذهبی که در عربستان حاکم است، از او آدرس میان حمایت میکنن یا مداخله میکنن در کشوری. در بحث حمایت از طالبان هم همین مثلا میگن که بیشتر برجسته‌تر از عربستان، بیشتر از آدرس مذهبی و تفکری مذهبی که دارن طالبان را حمایت میکنن تا از جایگاه سیاسی. بنابراین ما اگر انتظاری از عربستان می داشته باشیم، تنها بین اون کشور اسلامی میتونیم داشته باشیم و در بعد سیاسی عربستان نمیتونه برای ما کاری انجام بده. چقدر درست؟ دقیقاً میبینیم شما عربستان دو جنبه بسیار عمده در خودش، در درون خود جامعهش داره. یکی اونجا بحث وهابیت بسیار موضوع جدی مطرح هست در اونجا و دیدگاه تفکر وهابیت تفکر بسیار افراطی و خطرناک است که از درون دل اون همین نیروها و گروه های افراطی امروزی میگرده که اون اسلام معتدل گفته نمیشه و اون اسلام معتدل به اسلام گرایانی گفته میشه که اونها شرایط امروزی را با قوانین و مقررات حاکم بر نظام اسلامی تطبیق و تفسیر کرده و شرایط جامعه را به اون مساعد بسازند. وهابیت این شرایط قبول ندارن، آنچه در قوانین و مقررات فقه اسلامی هست او را تطبیق میکنه. بنابراین با این دید تفکر وهابیت در بدنه اجتماعی عربستان، این خود به خود تأثیر بر سیاست خارجی عربستان گذاشته. سیاست خارجی عربستان هم گفتم محدود کردن کشورهای اسلامی ضد تفکر خودش است. بنابراین با این اوصاف عربستان سعی کرده در طول این مدت همه گروه هایی که به نوع یا مستقیم یا غیر مستقیم حمایت بکنن با این طرز تفکر در جامعه ارائه بکنن. با این اوصاف مخالفت با نیروهایی که عربستان و سعودی حمایت میکنه و در صحنه میه، شدیداً مخالفینش با او مخالف است شدیداً و مخالفت مخالفینش نشان میده که عربستان و سعودی قطعاً پشت ماجرا هست، قطعاً پشت ماجرا هست. شما ببینین اگر در حسه
کشورهای منطقه‌ای محاسبه بکنین، در خیلی از قضایا اگر ایران مخالفت میکنه عملا پای عربستان باید اونی دخیل باشه. در خیلی جا عربستان وقتی مخالفت میکنه عملا ایران باید در اون قضیه دخیل باشه. همینجا اگر پاکستان وارد میشه، افغانستان مداخله میکنه، عملا پای افغانستان و هندوستان باید دخیل باشه در قضیه. از ماجراها آدم دقیق میفهمه که در خیلی از قضایا و بحث‌های افراطیت عربستان به نوعی در ماجرا دخیل هست و این اسناد وجود داره. با این اوصاف اگر ما با محاسباتی که عربستان و آل سعود نسبت به افغانستان و افغان‌ها دارن روی کرد خودشان تغییر نکنه، ولی که خوشبختانه این روی کرد به ظاهر نشان میده که تغییر کرده. اینی ما برداشت داره که از سفر سی روزی جناب دکتر سیف عبدالله در عربستان و سعودی داشتیم این هست که قطعا عربا تجدید نظر به سیاست خارجیشان نسبت به افغانستان کردن و میخواهن افغانستان و این را دلیل کمک فکر بکنن. چی بوده که بیشتر از تحلیل ها که در طول این دو سی روز منای ما در اختیار گرفتیم این هست که رابطه پاکستانی ها با عرب ها یک مقدار سرد شده. و عرب ها سعی بکنن و مخصوصا آل سعود سعی بکنن که این ارتباط مستقیما با خود افغان ها و کشور افغانستان باشه. بنابراین این روی کرد با این تحولاتی که در منطقه اتفاق افتیده که به نوعی پاکستانی ها در حاشیه قضایای سیاسی نهفته هست و عربستان به عنوان یک کشور متحد ایالات متحده امریکا میان در حوزه سیاست های خارجی ایالات متحده امریکا کمک میکنن برای در واقع سیاست هاش در منطقه، شکی نیست که ایالات متحده امریکا وقتی از پاکستان روی میگردن عربستان هم قطعا باید تجدید نظر در این قضیه بکنه و قطعا همه اینها نسبت به سیاست های منافع شخصی و منافع کلی خودشان تصمیم بگیرن. بنابراین با این روی کرده که پیش آمده و این تغییراتی که در حوزه سیاست منطقه‌ای پیش آمده باورمند هستیم که عربستان هم قطعا تجدید نظر در اینجا کرده و ای بر همون عرف است که میگه شر بخیزد که در خیر مسلمین باشد، شک نیست که انشالله این شر در خیر مردم افغانستان خواهد بود. دید و بازدید های طالبان در قطر و سران حکومت خودش باز هم یک برگ برنده‌ای در دست حکومت وحدت ملی هست که باز هم امیدواری است که بعد از آقای حکمتیار تیمای بعدی از طالبان ناراضی در واقع بیان در بدن این دولت اضافه شوند و اینا در اینجا کار بکنن و چراغ سبز و استقبال گرم عربستان بله. سعودی باز خودش هم نماینگری ای است که سیاستهاش نسبت به عربستان به افغانستان و مردم افغانستان تغییر کرده است و حاشیه راندن پاکستان به عنوان کشوری که به نوع دخالت جدی در امور سیاسی نظامی افغانستان بکرد از جانب امریکا و جانب عربستان خود نماینگری این قضیه هست که باز هم افغانستان یک برگ برنده و امیدوار کننده در اختیار خود داره و حضور و نزدیکی هندوستان به عنوان کشور کمک کننده در حوزه توسعه و بازسازی افغانستان و همینطوری هم ارتباطات تجاری و خطوط تجاری افغانستان با عربستان با هندوستان باز هم برگ برنده در اختیار دولت افغانستان است. همه این مثبت ها را اگر جمع بکنیم باز هم ما امروز به یک رویکرد بسیار خوبی هستیم با یک نگرانی و اون نگرانی جابجایی داعشیان در بستر بعدی است که اگر این تفکر حذف داعشیان و افراطیان از سر سران حکومت آل سعود و مجموعه عربای ما بیرون نرود مطمئناً بستر بعدی را انتخاب کرد خواهد کرد که ما امیدوار هستیم این بستر بعدی خاک افغانستان و مردم افغانستان نباشد و ما را کمک بکنم به این حوزه که بتونیم به یک صلح پایدار و یک صلح دائمی دست پیدا بکنیم. بله، اما قسمی که شما اشاره کردین بیشتر همکاری هایی که در سطح کشورهای منطقه بخصوص کشورهای اسلامی وجود دارد، این همکاری بیشتر بر مبنای روابط و منافع مشترک کشورها دارند نیست و بیشتر یک همکاری در حقیقت تقابلی است تا تعاملی باشد. حالا چی تضمین وجود داره که باز هم اگر مثلا عربستان باید با افغانستان همکار باشه و از گروه هایی را که در گذشته حمایت میکرد دست برداره، کشور دیگری بیاید بر ضد عربستان باز هم در افغانستان فعالیت کنه؟ من ما خطرناکترین، تندروترین و بیباکترین دشمن افغانستان کسایی رو میدونیم که در طول این مدت عملا ما سند در مقابلش داریم و هیچگاه ابا نورسیده. ما با تمام کشورها ممکن است خطوط قرمز خود ما رو اعلان بکنیم. اگر روس دخالت میکنه ما عملا میتونیم بگوییم که دیگه دخالت نکن و عملا میتونیم با اینا ما موضوع بگیریم.
اگر ایران دخالت میکنه عملا در قلمرو افغانستان ما میتونیم خطوط قرمز ما رو اعلان بکنیم و ابدا ایرانی های این جرأت نمیتونن دخالت بکنن. چینای هم آزاد عین قضیه است و نمیتونین دخالت. تنها کشوری که جسورانه و بگم بشرمانه دخالت میکنه در اینجا کشور پاکستان هست که مستقیما وارد کار شده و کشور پاکستان هم خود توانایی این کار را نداره، به دلیلی که سالانه خودش به چندین میلیارد دلار از ایالات متحده آمریکا میگیره تا میتونه او مشکلات اقتصادی خودش حل بکنه. بنابراین باز وابسته است به پولهای خارجی مثل ایالات متحده آمریکا و مثل عربستان سعودی. اگر عربستان سعودی با حمایت ایالات متحده آمریکا فشار را بر پاکستان وارد بکنه که دست پاکستانی ها از داخل افغانستان قطع و حضور عربستان در افغانستان به عنوان یک حضور کشور اسلامی ثابت شود، مطمئنن که قناعت گرفتن رقبای کشور عربستان در داخل افغانستان کار ساده تری است تا اینکه ما بیم رقبای نظامی افغانستان که داعش و طالب باشه و با حمایت پاکستان در افغانستان کار بکنه، که ما موفق نبودیم در این حوزه متاسفانه. اگر این اتفاق در افغانستان بیفته که واقعا عربستان با فشارهای جدی مالی و همینطور ایالات متحده آمریکا با فشارهای جدی سیاسی خودش به پاکستان موضوع رو به یک طرف قضیه بکشونه که پاکستان قطعا از این موضوع حمایت نکند، قناعت گرفتن روس، ایران، چین و سایر کشورهای منطقه بسیار ساده و راحت تر از این است که ما بیاییم با یک پاکستانی که با چنین شرایطی در افغانستان جنگ میکنه. بله، یک موضوع دیگر هم اشاره کردیم. خب در گذشته ها عربستان بیشتر از عینک پاکستان به افغانستان نگاه میکرد و هرچی که پاکستانی ها میگفتن عربستان در افغانستان اعمال میکرد بر مبنای گفته های پاکستانی ها. حالا وقتی که عربستان با افغانستان همسو شوه یا همکار باشه به گونه جدی، پاکستان که همراه متهم بوده و شما اشاره کردیم، خب اسناد هم وجود داشته که مستقیما در امورات افغانستان مداخله میکنه و لانه امن مخالفین مسلح دولت افغانستان در خاک پاکستان است، فکر میکنم این مسئله چی تاثیر میتونه بالای پاکستان داشته باشه و وقتی که عربستان بیاید از افغانستان حمایت کنه، پاکستان هم متقاعد شود و حمایت کنه از افغانستان؟ ببین، شما مجری پروژه های افراطی در منطقه پاکستان هست. بله. و پاکستانی ها هم باید برای دونرا و حامیان خودش گزارش ارائه میکردن، همونطوری که در کتاب آقای گیتز فکر کنم که برای 10 سال رئیس جمهور کرزی گزارش را ترتیب میداده به سنای ایالات متحده آمریکا که در افغانستان طالب وجود نداره و این مجاهدین است که از شمال بر افغانستان مشکل خلق بکنه، این مجاهدین شمال است که نمیخواد افغانستان به قدرت برسه، این مجاهدین شمال است که مخالف آمریکا و نظام سیاسی آمریکا است. ببینید، شما 10 سال اطلاعات غلط و نادرست رو بنایی در اونجا ارائه میکردن به دلیل اینکه مجاهدین و تیم مجاهدین در افغانستان نامبر چه. و ما به این باور هستم که پاکستانی ها هم ممکن است این سده هست که گزارش غلط و نادرست را از درون ملت افغانستان، دولت افغانستان و جامعه افغانستان و عرب ها و کشورهای دونر و حامیان خودش بتن، برای که افغان ها مسلمان خدایی نخواسته نیستن، افغان ها متعهد نیستن، افغان ها مثلا در اختیار فلان فلان کشورها قرار دارن، افغانستان به این شکل است، افغانستان به اون شکل است، و با این نوع از کارها بیان پروژه های خودشون همچنان در خاک افغانستان اجرا بکنن. و با حضور هیئت بلندپایه افغانستان در عربستان و دیپلماسی واضح شفاف و روشن حکومت وحدت ملی، ما مطمئن هستیم که میشه این درها رو بسیار براحتی باز کرد و درهای کهنه ای که ما سالها از او آسیب دیدیم و سالها از اونا در واقع ضرر دیدیم، ما میتونیم بسیار راحتی رو روشن بکنیم، افشا بکنیم و برای عربا و عربستان و سایر کشورهای حامی و دوستان عربستان بگوییم که ما افغان ها هم میتونیم با شما مستقیما در ارتباط باشیم، به عنوان کشور مستقل، به عنوان کشور مسلمان، به عنوان کشور دوست با شما تعامل داشته باشیم. هیچ فرق به این نمیکنه. با این تغییر روی کرده که انجام شده، اگر عربا بیشتر از این بتونن با ما نزدیک شوان و بخواهن با ما تمایل دوستی و رفاقت داشته باشن، مطمئنن که ما افغان ها از پس این دیپلماسی بیرون خواهد آمدیم و خود خوب خواهد شناختندیم و سیاست های ما رو مشخص خواهد کردیم، بدون این که ما را از آدرس دیگرا بشناسن، بدون این که ما را دیگرا بر اونا معرفی بکنن. بله. یک مسئله اگرم خوب پیشتر مطرح کردن که بس حالا اگر داعش در خاک عراق و سوریه شکست نخوره و در قلمرویی که داره شکست نخوره، بحث بستر بعدی یا جغرافیای بعدی برای حضور داعش باید مطرح باشه. در آستانه همین سفر یا در جریان همین سفری که رئیس اجرایی به عربستان داشتن، معاون اول رئیس جمهور هم از
هشدار داد که برنامه هست یا پلان هست یا دست های وجود داره که میخوان 4000 داعشی را به شمال افغانستان انتقال بدن. فکر میکنین که این چقدر جدی و نگران کننده است که واقعا وقتی که عملیات بر علیه داعش در اونجا راه اندازی شده در موصل عراق، داعش پس بیا به افغانستان یا افغانستان بتونه یک حیات خلوت برای داعش باشه؟ ببینید شما، بستر بعدی داعشی‌ها در دو جهت هست. یکی در لیبیا است که عملا فعلا حضور دارن در اونجا، یک عده زیاد از اینا کشانده شده در اونجا و بستر برای خودشان ساختن. بله. و یک بخش دیگه ایزی قطعا خودشان رو میکشن بر مرزهای پاکستان و افغانستان، که اینا شکستی هایی هستن که دیگر را به سمت لیبی ندارن و مجبور هستن که از این آدرس بین وارد این خاک شن. حضور داعشیان در مرز خاک مثل پاکستان و افغانستان 100% بستری که باید داعشیان خودشان رو بسازن او در افغانستان هست. پروژه‌ای که داعش‌ها حمایت میشن پروژه‌ای است که به نوع مخالفین ایالات متحده آمریکا در منطقه در معرض خطر و تهدید است. سوریه اگر تهدید میشه مخالفینش است به دلیل حضور ایران و روسیه در اونجا جدی هست. عراق آزل قیاس در عین قضیه هست و داعش باید در اونجا حضور پیدا بکنه به هر رقمی که بوده. اگر از این حوزه شکست میخوره، حوزه دیگه‌ای که باز هم داعشیان باید به رقبای ایالات متحده آمریکا در منطقه آسیب برسونن شمال افغانستان هست، که اینا بتونن ازبک، قزاق، قرقیز، ترکمن را ناامن بکنن و قلمرو روس به نوعی تهدید شه. در اینجاست که قطعا اگر داعشیان اینجا انتقال داده شون، هیچگاهی اگر اون طرف انتقال میتن در فرا و نیمروز هست که باید با ایرانیا رو تهدید بکنن، و این طرف اگر انتقال میتن به طرف بدخشان و تخار تا مزار شریف به فاریاب، قطعا کشورهای روسه تهدید مورد تهدید قرار میتن. و هر دوی تا اینها دو تا اتفاق عمده را میندازن. یک، دولت افغانستان رو به چالش میکشن و دولت افغانستان مجبور هست که در این حوزه از قلمرو خودش دفاع بکنه. دفاع دولت افغانستان در مقابل این همه قدرتی که داعش و امکانات داعشی دارن که عراق و سوریه را قریب از پا درآورده بود، افغان ها نمیتونن این کارو بکنن. دخالت نظامی خارجی اینجا به شدت شکل میگیرن و عملیات های هوایی ممکن است از روس شروع شه، ممکن است از ایران شروع شه، ممکن است از آمریکا شروع شه. افغانستان بستر بسیار خطرناک جنگی خواهد شد. بنابراین اگر حوزه جنگ داعشان مدیریت نشه و اینا در همونجا در نطفه خونسا نشه و همونجا از بین نره و مهار نشون، شکی نیست که بستر بعدی تهدیدات بسیار جدی افغانستان در خطر مواجه خواهد کرد. ادامه برنامه تا لحظات دیگر. باز هم خوش آمدید بیننده برنامه آخر خط. از نور هستید آقای اسکندری. چند مسئله را پیشتر اشاره کردن که یکی بحث انزوای پاکستان یا منزویشتن پاکستان بود که به هر روی حالا مطرح هستی که خب دست کم کشور مانند هند آمده میگه که ما میخواییم پاکستان منزوی بسازیم. جنگ دیگری هم که خوب بر علیه داعش را اندازی شده در موصل عراق، در سوریه و روسیه و کشورهای دیگری بر علیه داعش آمدن جنگ را اندازی کردن و میخواین پدیده را شکست بدن، که در پسی پدیده هم خوب به حمایت های کشورهای عربی به خصوص عربستان وجود داشته. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم قرار داریم که در کل نوا خوب تحولاتی هستن که در حال اتفاق افتادن هستن. فکر میکنین این تحولات یا این موارد مؤلفه ها چی تاثیر میتونه بر وضعیت افغانستان داشته باشه و اگر داعش پروژه داعش شکست میخوره واقعا چی تاثیر به افغانستان داره؟ من احساس میکنم یک تحولات به نوع مستقیم یا غیر مستقیم در کشورهای منطقه در حال شکل گیری است و این تحولات ممکن است در خیلی از جاها به عنوان تحولات سیاسی که نوع ارتباط کشورها را رقم میزنه تأثیر بسیار مستقیم و بسزایی به وضعیت داخلی افغانستان داشته باشه. شما میبینین اگر تحولات سیاسی در ایالات متحده آمریکا بر اساس یک انتخاباتی که قرار است تا دو نیم هفته دیگه برگزار شود اتفاق بیفته، شکی نیست که از دو حزبی هست که این دو تا حزب تاثیرگذار مستقیم بر سیاست‌های خارجیش و سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا مستقیما در افغانستان تاثیرگذار است. و در این شرایط اگر خانم کلینتون میای سر قدرت، خب همون خط آقای اوباما هست و همین وضعیت ممکن است ادامه پیدا بکنه. ولی آقای ترامپ اگر میای ممکن است که اتفاقات جدید و جدیدتر دیگی رونما شود و یه خودش جای بحث هست و ممکن است که پیشبینی این قضیه بسیار سخت باشه فعلا، اما به شک تاثیرگذار است برای این قضیه. و حضور آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تعاملات منطقه‌ای را خیلی به هم خواهد زد،
چون خطوطی رو که ایشان تعیین کرده در طول این مدت سیاست های خارجی خودش، خیلی از کشورها تمایل ندارن با ترامپ و ایالات متحده آمریکا همسو باشن بحث موضوعات اسلامگرایی و مخالفت با کشورهای اسلامی و تروریست و امثال اینا. خب مجبور است وقتی آقای ترامپ سر قدرت میه باید تمام دایشا رو از بین ببره. دایشا هم کسانی هستن که به نوع ارتباط با کشورهای اسلامی داره و مخصوصا با عربستان سعودی. بله. و عربستان سعودی به عنوان یک از متحدین ایالات متحده آمریکاست و اونجا و صحبتای رک آقای ترامپ بکنه. ببینید شما همه اینها نقش بسیار اساس و ارزنده‌ای در حوزه تحولات منطقه‌ای داره، تحولاتی هم که در حوزه بایکوت یا همون در واقع تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بله. از پاکستان و روابط افغانستان و هندوستان اتفاق افتیده باز هم تقریبا قابل احساس است و پاکستانی ها اینطور احساس میشه که به نوعی تمایل دارن با کشورهای منطقه خودشان نزدیک بکنن، با روس نزدیک بکنن، با ایران نزدیک بکنن، یا با کشور چین نزدیک بکنن، با اینکه به نوعی فشار برای ایالات متحده آمریکا در منطقه وارد بکنن که ما اگر از ما حمایت نمیکنیم ما خودمون مستقل میتونیم این کارا رو انجام بدیم. و اینا باعث شده است که شدت جنگ، شدت ناامنی و شدت حرکت های سیاسی در افغانستان جدیتر و جدیتر شد. بنابراین اگر این تحولات جدی باشه و واقعا کشورها به نوع جهت سیاسی خودشان تغییر بدن، همونطوری که اتفاق در ترکیه اتفاق افتید و جهت سیاست ترکیه در واقع تغییر داد، واقعا خودش جای بحث بود. یعنی این کشوری که عملا از داعش حمایت میکرد و عملا نفت عراق را قرارداد کرده بود و داعش را میخرید میبرد، یک دفعه چطور میشه که تمام کردها را حمایت میکنه و در جنگ عراق دخیل بکنه و در اینجا نظامیان خودش را ضد داعش میجنگن؟ این خودش یکی از تحولات بسیار اساسی بود که نقش مستقیمی بر حوزه سیاست داخلی عراق و سوریه داشت و مطمئنن که این نوع تغییرات سیاسی در منطقه تحولات مستقیمی در داخل افغانستان هم خواهد بله. داشت و این اتفاق افتید. منتها نقشی را که شما در حوزه عربستان اشاره کردین قطعا تاثیرگذار هست و قطعا سرنوشت ساز هست، همونطوری که بیشتر گفتم که عربستان حامی بسیار بسیار نزدیک پاکستان و از دوستان پاکستان و از دونرهای اصلی پاکستان هست. اگر پاکستانی ها بتانن و بخواین که به نوع با این امکاناتی که از عربستان میگیره بر علیه از او با حریفا و رقباش همکاری بکنن و ارتباطات غیر رسمی رو با اونا برقرار بکنن، قطعا عربه ها و آل سعود این موضوع رو قبول نخواهد کرد و با پاکستان جدی برخورد خواهد کرد. برخورد جدی و قاطعانه عربستان در مقابل پاکستان تأثیر مستقیمی بر روند سیاسی و صلح افغانستان خواهد داشت. بله، به هر روی حالا در کل خوب محور سفر رئیس اجرایی به عربستان بحث گفتگوهای صلح و نقش عربستان هم در این میان هست. با توجه به مسائلی که شما اشاره کردید، متغیرها و مؤلفه‌ها یا رخدادهایی که در سطح منطقه در حال شکل گیری و اتفاق هستند، آیا نشانه های دیده میشه که به این زودی ها در افغانستان ما شاهد صلح باشیم یا واقعا بتونیم به صلح برسیم؟ این که در افغانستان به راحتی و به زودی صلح بیا، ما باورمند نیستم برای این قضیه. منتها تشدید جنگ و تشدید این که به سرهای نامناسب شکل بگیره برای اینکه چندین سال دیگه افغانستان جوار بده، در حال ضعیف شدن هست خودش در ذاتش. بدلیلی که ما فعلا تنها با یک مشکل داخلی مواجه نیستیم که فقط بگیم خیلی خوب اگر طالبان داخلی حمایت نشه با افغانستان به ثبات میرسه. ممکن است ما یک بخش از طالبان را با حزب اسلامی جذب کردیم، یک بخش دیگه شه به نوع نشست جذب کنیم، اما بسترهای جنگ از افغانستان بیرون از مرزهای افغانستان هست. عوامل متعدد برای جنگ و ناامنی در افغانستان وجود داره. مثلا از جمله شاخص هایی که ما به امروز اشاره بکنیم، یکی از شاخص های اقتصادی در افغانستان هست. یک بستر مناسب جمعیت 30 میلیونی مصرفی، خب خیلی از کشورها میخوان این بستر همچنان برای خودشان حفظ بکنن، مخصوصا کشورهای همسایه که به نوع تولیدات حق و ناحق و خوب و بعد خودشان سر این ملت مظلوم میفروشن. این خودش یکی از عوامل بسیار عمده و اساسی ممکن است محسوب شود. نقطه اساس و جغرافیایی افغانستان خود یکی از عوامل است، مثل همون پست روبا که در جان خودش بلا هست. ما همین نقطه جغرافیایی برای خود ما همچنان بلا هست که روسا سعی میکنن در اینجا غربی ها حضور نداشته باشن، غربی ها سعی میکنن که حضور روس ها رو در اینجا محدود بکنن، ایرانی ها سعی میکنن امریکا ها رو تهدید بکنن و همینطوری
و امریکا ایرانی ها را تهدید بکنن و یا پاکستانی ها هندوستانی ها را، هر کدام به نوعی از این نقطه جغرافیایی مثل افغانستان سعی میکنن به منافع شخصی خودشان در منطقه استفاده بکنن، که اینم باز هم برای تشدید جنگ در افغانستان بسیار حساس و مهم هست. از همه اینا مهمتر، اگر ما بیایم به یک ائتلاف منطقه‌ای و جهانی دست پیدا بکنیم که هم کشورهای منطقه ما را حمایت بکنن و هم کشورهای بیرون از منطقه ما را حمایت بکنن، که ما به این صلح برسیم، به این زودی ها قابل دسترس نیست. دلایل عمده امی است که هر کدام یکی از این حضراتی که آمدن در افغانستان بنای سرمایه گذاری کردن، بنای اینجا کار کردن و اینجا زحمت میکشن، دنبال یک منافع هستند و اون منافع تعریف شده در چارچوبات سیاست خارجی خودشان هست که سطح بسیار کلان را تهدید میکنه. ممکن است یکی از گزینه هایی که بتونه از اینجا پرش بکنن در خدا برسونن، سکوی پرش در خاک افغانستان خواهد. بله، و یک مسئله گرم که بارها به این مسئله اشاره میشه و به عنوان یک انتقاد به ادرس دولت افغانستان مطرح میشه، این مسئله است که خوب کشورهایی که بنای در قضایای افغانستان دخیل هستن و فعال هستن، بر مبنای اون منافع یا سیاست خارجی که خودشان دارن میتونن در افغانستان مداخله کنن، حضور داشته باشن و منافعشان را بچرخونن. اما دولت افغانستان از ادرس دولت افغانستان نتونستن که با این کشورها یک رابطه متعادل برقرار بکنن. اگر با یک کشور نزدیک شدن، رابطه با یک کشور دیگری خراب شده و از آدرس کشور دیگری آسیب دیدن. حالا در این میان واقعا چگونه میشه که ما یک سیاست متعادل و یک توازن ایجاد کنیم در سیاست های و رابطه هایی که با کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه داریم؟ عین موضوعی که شما میگین، عین اتهام برای ایالات متحده آمریکا و دونرهای دولت افغانستان در طول 15 سال هست. هیچگاه حکومت مرکزی به عنوان حکومت اصلی افغانستان شکل گرفته، یک حکومت مقتدر نبوده. بله. و مقتدر نبودن ما باعث شده که همه اینا بیان دخالت بکنن و حرف برای گفتن داشته باشه. یعنی شما، ما اگر از ایالات متحده آمریکا به عنوان دونر اصلی و حامی اصلی افغانستان تشکری بکنیم و ازشون قدردانی میکنیم، در این حوزه گلمن هستیم واقعا. و این حکومتی که باید بتونه در همه پاسخ دندان شکن بده، تا هنوز شکل نگرفته. به همین جاست که دخالت ها از بیرون کاملا قابل احساس است، نه اینکه ما بگیم عدس و گمان برش بزنیم. یعنی کاملا احساس میشه که عملا کشورهای منطقه در امور داخلی مداخلت میکنه و ما را نمیگذاره با آن چیزی که ما با عنوان ثبات واقعی، با عنوان توسعه واقعی، به عنوان پیشرفت واقعی به او دست پیدا بکنیم، دست پیدا بکنیم. پس بنابراین عامل، یکی از عوامل اصلی که میتونه این کارو بکنن، نبودی یک حکومت مقتدر و با پایه های محکم و قوی است که بتونه با اینا جواب دندان شکن بده. نکته بعدی که ما میخوایم به عنوان جنبندی قضیه به شما بگم این هست که تا زمان دولت افغانستان و مردم افغانستان روی پای خودشون ایستاد نشوند و خودشان از خطوط، از سیاست ها، از برنامه های خودشان حمایت نکنن، ما به راحتی نمیتونیم حکومت را در اینجا شکل بدیم که بر اساس از او بتونیم ما تعامل برقرار بکنیم. ببینین شما، وقتی کمک کسی برای کسی میکنه، برای کسی میخواه لطف بکنن، بعید میدونم که به این راحتی باشه که یک چیز رو لطف بکنن و برن از ما چیز توقع نکنن. ما بجا تعامل کردن با کشورهای دنیا حق ماست، روابط برقرار کردن با کشورهای دنیا حق ماست. ما میخواییم با کشورهای منطقه و جهان ارتباط داشته باشیم، با عنوان کشور مستقل به دهکده جهانی خودمان رو وصل بکنیم، با سیاستهای جهانی خودمان رو وصل بکنیم. ما با اینا هیچ دم مشکلات جدی در حوزه سیاست خارجی نداریم. تنها چیزی که ما از کشورهای کمک کننده و ایالات متحده آمریکا میخواییم این هست که ما را به عنوان کشور مقتدر و قدرتمند در منطقه حمایت کنه، بخش نظامی ما رو سپورت بکنه، بخش سیاسی ما رو سپورت بکنه، بخش اقتصادی ما رو سپورت بکنه، همه این بخش ها رو برای ما سپورت بکنه، که ما بتونیم وقتی میایم در مقابل کشور همسایه و قدرتمند مثل پاکستان میشینیم که میگه خواهیم با شما مذاکره بکنیم، اونا از ما حراس داشته باشن بری، یا اینکه بگن تو چی هستی، شما چیزی ندارین، امکان ما با شما چطور بیایم مذاکره بکنیم و چی با چی توان شما و شما بها بتیم. بنابراین ما هر چی میگیم قبول کنیم و الا ما تروریست همچنان در خاک شما روان میکنیم و شما رو تهدید میکنیم. و اینا عوامل است که ما به راحتی نمیتونیم به اون مؤلفه های اصلی صلح و امنیت برسیم و این از مشکلات جدی در قلمرو حکومت ماست. سپاسگزارم، خیلی ممنون. در پایان هم سپاس از حضور و وقت مهمان برنامه، دکتر اسکندر سایی دانشگاه و آقای سخی محمدی سایی دانشگاه، هم با اون که وعده حضور در برنامه را داده بودند تا پایان بحث در این میز حضور نیافتند. از شما بیننده‌های عزیز هم سپاسگزار هستیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.